دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسات قبل با تابه آشنا شدیم، توی چند جلسه قبل با ترکیب توابع آشنا شدیم و جلسه قبلی یه مثال از ترکیب توابع حل کردیم. مثالی که داشتیم این بود که دو تا تابع fx با رابطه x زیر رادیکال و jx با رابطه x2 منهای 1 رو به ما داده بودند و ازمون خواسته بودند رابطه foj، دامنه foj و ضابطه JOF و دامنه JOF رو حساب کنیم. توی جلسه قبل ضابطه تابع ترکیبی FOJ و دامنش رو به دست آوردیم. تو این جلسه میخواییم ضابطه تابع ترکیبی JOF و دامنه JOF رو به دست بیاریم. اول اندشه بیاید اول از همه ضابطه JOF رو حساب کنیم. گفتیم که وقتی که میگیم JOFX JOFX برابر با J fx یعنی برابر با خروجی های تابع g به ازای ورودی های fx. fx هم برابر رادیکال x است. پس jofx برابر با خروجی های تابع g به ازای ورودی های رادیکال x. و دیدیم که بر اساس ضابطه g، g هر ورودی رو که میگیره به توان 2 میرسونه، یه واحد ازش کم میکنه. پس خروجی های ضابطه g به ازای رادیکال x میشه رادیکال x به توان 2 منهای 1 که برابر است با x منهای 1. حالا سوال اینه دامنه g و f چیه؟ ببینید توی جلسه قبل گفتیم اگر ترکیب دو تا تابع f و g رو به صورت f و g داشته باشیم، x هایی میتونن عضو دامنه f و g باشن که این دو تا شرطی که نوشتم رو داشته باشن، یعنی x عضو دامنه j باشه و j x هم که این x تولید میکنه عضو دامنه f باشه. حالا اینجا یه تغییری کرده، ما دیگه f و j رو نداریم، ما اینجا بذار رنگ قلمم عوض بکنم، j و f رو داریم به جای f و j. یعنی x ها اول وارد f میشن و بعد خروجی های اونا که f x وارد g میشه و در نهایت خروجیمون J و F که برابر J F X. خب چه تغییری ایجاد میکنه؟ ببینید فلسفه این که این دوتا رابطه اومدن این بود که اولا بتونه تابع وقتی که F و J وجود داشت، فلسفه این دوتا شرط این بود که این بود که تابع J بتونه از روی Xی که میگیره خروجی J X رو تولید بکنه. این برابر اینه که در واقع x عضو دامنه j باشه و تابع f هم بتونه از روی ورودی j xی که میگیره یک خروجی تولید بکنه که این برابر همین شرطی که j x عضو دامنه f باشه. حالا با این تغییری که اینجا دادیم، ما دوتا شرطمون تبدیل به این میشه که تابع f بتونه ورودی x رو بگیره که در واقع میشه x عضو دامنه f باشه. و شرط دوم اینجوری میشه که ما وقتی که if f fx رو تولید میکنه، j هم بتونه این fx رو بگیره و یه خروجی نهایی ازش تولید بکنه. پس در واقع fx هم باید جزء دامنه j باشه. و اگر این دوتا شرط رو یک مجموعه x داشته باشه، اون موقع عضو دامنه j و f. خب حالا ببینیم برای دامنه j و f باز ضابطه های J و F این مثال چه X های عضو اصلا این دامنه هستن. ببینید اولا باید ببینیم که گفتیم که ما به این صورت می‌نویسیم، یعنی که قرار این دوتا شرط رو داشته باشه، یک X که عضو دامنه باشه، یعنی در واقع ما باید اشتراک دوتا مجموعه رو به دست بیاریم. مجموعه اول چیه؟ مجموعه اول X هایی هستن که عضو دامنه F و مجموعه دوم مجموعه x های به قسمی که f x عضو دامنه g. اشتراک این دوتا مجموعه میشه دامنه g و f. حالا مجموعه اول رو بذاریم، دامنه f که گفتیم x های دامنه f با توجه به اینکه رابطه رادیکال x و رادیکال تنها میتونه اعداد بزرگتر مساوی 0 رو بگیره، پس دا مجموعه اول x هاییه که عضو بازه از 0 تا مثبت بی‌نهایت باشه، یعنی x هایی که بزرگتر مساوی 0.
اما مجموعه دوم چیه؟ مجموعه دوم x هاییه به قسمی که f x یعنی رادیکال x عضو دامنه j باشه. دامنه g، دامنه تابع g چه دامنه‌ایه؟ هیچ ضابطه g x دو منهای یکه و هیچ محدودیتی برای ما ایجاد نمیکنه که چه ورودی هایی بهش بدیم. به عبارت دیگه g میتونه تمام اعداد حقیقی ورودیش باشن. پس دامنه g کل مجموعه اعداد حقیقیه. خب رادیکال x که هم وقتی که رادیکال x خروجیاش بزرگتر مساوی صفر تا مثبت بی نهایت، پس حتما عضو این ضابطه هست. پس همه x ها این شرایط مجموعه اول رو دارن. پس اون چیزی که برای ما تعیین کننده میشه که مجموعه برای ما دامنه j و f رو تعریف بکنه همین مجموعه اولمونه، یعنی x های بزرگتر مساوی صفر. در نتیجه دامنه j و f مساوی x ها به قسمی که x بزرگتر مساوی صفر باشه. من محور اعداد حقیقی هم میکشم که این گفتم رو ثابت بکنم. ببینید بچه ها، اشتراک دو تا مجموعه است. اگر محور اعداد حقیقی باشه این صفر باشه و منفی بی نهایت مثبت بی نهایت، یه مجموعه مون کل اعداد حقیقی بود یعنی، و یه مجموعه دیگه مون از ایکس های بزرگتر از صفر تا مثبت بی نهایت. درسته؟ پس اشتراک این دوتا مجموعه ایکس های بزرگتر مساوی صفر. این هم از دامنه جوف. حالا میخوام به یه نکته دقت بکنیم. یه اشتباه خیلی رایجی که ممکنه اتفاق بیفته وقتی که میخوایم دامنه توابع ترکیبی رو حساب بکنیم اینه که همینطوری که این کار کردیم، اینجا این کار کردیم، ضابطه توابع ترکیبی جوف رو به دست بیاریم، بعد بگیم با توجه به ضابطش دامنش هم دامنه این دامنش رو با توجه به ضابطش به دست بیاریم. مثلا اینجا بگیم ضابطه x منهای 1 در نتیجه دامنه j و f برابر x های عضو مجموعه عدد حقیقی، چون هر عددی رو میتونیم توی ضابطه x منهای 1 بیاریم. این غلطه بچه ها. برای اینکه دامنه یک تابع ترکیبی رو به دست بیاریم باید بریم سراغ این دوتا شرطمون، باید بریم و اشتراک این دوتا مجموعه رو حساب بکنیم و اون چیزی که از اشتراک این دوتا مجموعه به دست میاد دامنه تابع ترکیبیمونه، نه اون چیزی که از روی ضابطش ما به دست بریم. پس وقتی که میخواید دامنه یک تابع ترکیبی رو حساب بکنید باید اول ببینید چه ایکس هایی رو میتونید به تابع اولتون بدین، این تابعی که اینجاست، و به ازای چه ایکس هایی اف ایکس ها میتونه وارد تابع جی بشه و اون جی خروجی تولید کنه و اشتراک این دو مجموعه ایکس میشه دامنه جوه. خب این مثال ما تموم کردیم تو این جلسه. مرسی که تو این جلسه با من بودید. ما داستان ما و تابع همچنان ادامه داره، همچنان مباحثی از تابع هست که ما باید باشون آشنا بشیم. توی جلسات بعدی اون مباحث رو شروع میکنیم و امیدوارم با من همراه باشید توی جلسات بعد. فعلا خدافظ.